نقطه آغاز عصر اتم در تاریخ بشریت 16 ژوئیه 1945 بود. آفتاب هنوز طلوع نکرده بود. درست ساعت 5:29 بامداد به وقت محلی بود که نور خیره کنندهی آسمان سوکر و نیو مکزیکو رو روشن کرده و به دنبال آن صدای انفجار مهیبی تمام منطقه را پر کرد. بعد از آن بلافاصله صدای یک غرش کر کننده به پا خاست، گویا که این صداهای مهیب و گوش خراش فریاد می‌زد که عصر اتم آغاز شد. در این ویدیو خلاصه ای از چگونگی آزمایش هسته‌ای ترینیتی به شما عزیزان ارائه خواهد شد. پس با کانال دیرینگی همراه باشید. این همان آزمایش هسته‌ای ترینیتی بود که توسط ارتش ایالات متحده آمریکا انجام شد و از آن به عنوان نقطه آغاز عصر اتم در تاریخ بشریت یاد می شود که به دنبال خود پیامدهای ناگواری برای شهروندان بیگناه داشت. بمباران‌های هسته‌ای هیروشیما و ناگازاکی تنها چند هفته بعد از انجام این آزمایش به وقوع پیوست. در اساس این آزمایش بخشی از پروژه منهتن بود. منهتن نام پروژه‌ای بود که به ساخت بمب هسته‌ای منجر شد و در زمان جنگ جهانی دوم از آن استفاده شد. آزمایش این بمب به شکل کاملا محرمانه در منطقه آلاموگوردو در بیابان نیو مکزیکو در 350 کیلومتری لسالاموس انجام شد. بزرگترین دانشمندان هسته‌ای در یک پناهگاه بسیار امن 8 کیلومتر دورتر از نقطه صفر ناظر بر انجام آزمایش بودند. این پناهگاه از جنس بتون ساخته شده بود و تدابیر امنیتی شدیدی برای ایجاد آن لحاظ شده بود. مهندسان علاوه بر ساخت این پناهگاه یک برج فولادی نیز در نقطه صفر، یعنی محلی که قرار بود بمب از آنجا به آسمان برود، احداث کرده بودند. این انفجار به قدری قوی بود که معادل 20 کیلوتون TNT انرژی آزاد کرد و در اثر آن ماسه های بیابان محل انفجار سوخته شده و تبدیل به شیشه رادیواکتیو ضعیفی به رنگ سبز روشن گردید. در اثر این انفجار در نقطه صفر حفره‌ای به عمق 1.5 متر و به قطر 9.1 متر ایجاد شد. اما برای درک بهتر از شدت مهیب بودن انفجار باید گفت که صدای غرش آن به قدری بود که تا 160 کیلومتر دورتر از محل انفجار نیز به گوش رسید. با وجود همه اینها در ابتدا این انفجار در رسانه‌ها به عنوان انفجار یک انبار مهمات گزارش شد و ارتش آمریکا تا زمان بمباران هیروشیما واقعیت این آزمایش اتمی را افشا نکردند.